وقتی جمعیت به اون گسردگی باشد، به قول آن شعار، وقتی که ما با هم هستیم از چی باید بترسیم؟ مردم ملاحظه کردند که نیروی ضد شورش مانند موش در کنج قایم می شود و التماس می کند که ما را نزنید، و مردم به اون خودباوری که باید رسیده بودند که می شود، آری می شود، حتی پلیس ضد شورش را به زانو در آورد. اما حکومت دقیقا می دانست که اگر غفلت کند کارش تمام است. پروژه ای را در وزارت اطلاعات مورد بررسی قرار دادند و دقیقا آن پروژه را عملی کردند. و اما این پروژه چه بود؟ پروژه به این صورت اجرا شد که قبل از 22 بهمن اکثر فعالین بالقوه و بالفعل را در سراسر ایران دستگیر کنند، خصوصا فعالین دانشجویی و جوانان. طبق آمار و شواهد عینی، یعنی کسانی که جزو دستگیر شدگان این پروژه بودند، تقریبا در هر کدام از شهرهای ایران بین 30 تا 50 نفر فعالین جنبش سبز و جنبش دانشجویی را 2 تا 3 هفته قبل از 22 بهمن دستگیر کردند. تقریبا در 30 شهر ایران با احتساب میانگین هر استان 10 شهر را که در نظر داشته باشیم، و دستگیری حداقل 30 نفر در هر شهر. تعداد دستگیر شدگان بعد از روز عاشورا و قبل از 22 بهمن به 9000 میرسد، که 9000 خانواده درگیر این دستگیری خواهند شد که اکثرا با وثیقه و حکم‌های سنگین و بازداشت طولانی حتی تا همین لحظه از عرصه مبارزاتی کمی دور مانده اند و دیگر نمی توانند به شکل سابق فعالیت کنند. حال این آمار را به آمار خود حکومت قبل از روز عاشورا که بیش از 15000 نفر دستگیری در سراسر ایران بوده را اضافه کنید که بیش از این نیز بوده است. حال ببینید با چه موج دستگیری روبرو شدیم و بعد از 22 بهمن جو فوق‌العاده امنیتی سنگین بر جامعه حاکم کردند، ولی جنبش سبز با همه این موارد در چهارشنبه سوری دوباره خود را احیا کرد و به دلیل جو رعب و وحشت امنیتی و دستگیری ها جنبش سبز از کف خیابان کنار آمد. اما جنبش سبز در بطن جامعه ایران هنوز زنده است. خیابان تنها اکسیون اعتراضی نیست و جنبش سبز به خوبی ای را دریافته است. اگر به استراتژی کلان جنبش سبز نگاه کنیم، 1. مشروعیت زدایی، 2. ایجاد شکاف در حکومت، 3. تقویت همبستگی و مقاومت ملی، 4. فلج سازی. امروز جنبش به خوبی مشروعیت زدایی را انجام داده است. شکاف گسترده بین حکومت انداخته و حتی بین احمدی نژاد و مجلس و خامنه ای را دارید میبینید. همبستگی و مقاومت ملی را به خوبی روزانه تمرین می کنند، مانند الله اکبر و مرگ بر دیکتاتور و فعالیت در دنیای مجازی و به صورتهای دیگر. و حال آخرین استراتژی جنبش سبز، یعنی فلج سازی، مانده است که انتهای آن به اعتصابات و فروپاشی نظام منجر خواهد شد، که با حذف یارانه ها و گرانی و تحریم ها به خوبی این فاز جنبش هم انجام خواهد شد. اما برای رسیدن و عملی کردن به این فاز جنبش نیاز به ارگانیزیشن و سازماندهی در سطح گسترده، نیاز به اطلاع رسانی وسیع و همچنین احتیاج به قوت قلب دادن به مردم برای دوران گذار و پس از انحلال حکومت داریم تا همه در این فاز شرکت کنند و با کمترین زمان و حداقل هزینه این اتفاق خواهد افتاد. به نظر من سازماندهی، هماهنگی و قوت قلب را به مردم ایران که دوران گذار پس از جمهوری اسلامی چگونه خواهد بود را نهاد مردمی میتواند انجام دهد. نهاد مردمی میتواند نقش موتور محرک و ابزاری برای جنبش سبز و به پیروزی رساندن مردم ایران به خواسته هایشان باشد. نهاد مردمی میتواند کمک بزرگی به جنبش سبز کند تا بتواند این اکسیون نهایی، یعنی فلج سازی، را به بهترین وجه ممکن به اجرا درآورد. در پایان بگویم ما پیروزیم و پیروزی در یک قدمی ما قرار گرفته است. پس بیایید تا
با هم به استقبال این پیروزی برویم. اندکی صبر، سحر نزدیک است. بگذارید این وطن دوباره وطن شود، بگذارید دوباره همان رویایی شود که بود، بگذارید پیش آهنگ دشت شود و در آنجا که آزاده است منزلگاهی بجوید. این وطن هرگز برای من وطن نبود. بگذارید این وطن رویایی باشد که رویا پروران در رویای خیش داشتند. بگذاری سرزمین بزرگ و پرتوان عشق شود، سرزمینی که در آن نه شاهان بتوانند بی اعتنایی نشان دهند و ستمگران اسباب کینه کنند، تا هر انسانی را آن که برتر از اوست از پا در آورد. هر جا باشم مهر وطن با همه، عشق وطن همیشه تو صدامه. درسته که اینجا بزرگ شدم من، اما خونه ایرانی تو رگامه. وطن وطن زمزمه هر روز و هر شب من، نام وطن قشنگترین حرف روی لب من. وطن وطن زمزمه هر روز و هر شب من، نام وطن قشنگترین حرف روی لب من. هنوز ایرانی عاشقم من، اصلیتم فراموشم نمیشه، به راه دلدادگی صادقم من. این وطن هرگز برای من وطن نبود. آه بگذاری سرزمین من سرزمینی شود که در آن آزادی را با تاج گل ساختگی وطن پرستی نمی آراید. اما فرصت و امکان واقعی برای همه کس هست. زندگی آزاد است و برابری در هوایی است که استنشاق می کنی. در این سرزمین آزادگان برای من هرگز نه برابری در کار بوده است نه آزادی. مالیچه حضرت سلیمان، منو ببر به آسمان ایران. از اون بالا نگاش کنم، محبوبم و صداش کنم، طفلی دل و شادش کنم، از قفس آزادش کنم.
حضرت سلیمان، منو ببر به آسمان ایران، از اون بالا نگاش کنم، محبوبم و صداش کنم، تفلی دل و شادش کنم، از قفس آزادش کنم. وطن زمزمه هر روز و هر شب من، نام وطن قشنگترین حرف روی لب من. وطن وطن زمزمه هر روز و هر شب من، نام وطن قشنگترین حرف روی لب من. خاکتو قرمز و سبز و سپید، این نوانم من، نوان منم من، ذره خاک وطنم من، ذره خاک وطنم من. ایران خاک دلیران، ایران قرش شیران، ایران همیشه جاویدان. شب نمی از جنگل شما ایرانی، دیده به دریایی از کمال ایرانی، محو جمیلی از آن جمال ایرانی. ایرانی پهلوان، ایرانی مهربان، ایران وطن من. ایرانی قهرمان، ایرانی پهلوان، از عرص تا خلیج وطن من. خون سیاوش، کمان آرش، مهد شهیدان، غرور آتش، خانه ایمان به لطف یزدان. ایران خاک در ایران، ایران قرش شیران، ایران همیشه جاویدان. رستم و سهراب قصه ها ایرانی، شیرین و فرهاد عاشقا ایرانی، اهل وفا صلح و صفا ایرانی. ایرانی مهربان، ایرانی قهرمان، ایران وطن من. ایرانی قهرمان، ایرانی پهلوان، ایران وطن من. این نمنم من، نمن منم من، ذره خاک وطنم من، ذره خاک وطنم من. ایران خاک در ایران، ایران قرش شیران، ایران همیشه جاویدان.